27 روز آذر ماه برابر با 18 دسامبر سال 1273 خورشیدی برابر با 1894 میلادی کشف میکروب طاعون توسط دانشمند فرانسوی الکساندر یرسین. بیماری طاعون یک بیماری واگیردار است که عامل آن باسیل یرسینیا پستیس می باشد. این باسیل پس از سالها پژوهش توسط الکساندر یرسین کشف شد. این بیماری کشنده بارها در طول تاریخ باعث بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی شده بود. انسان از طریق نیش کک آلوده به این باکتری مبتلا و بیمار می شود. جوندگان به خصوص موشها این کک ها را به انسان منتقل می کنند. راه های دیگر ابتلا به طاعون گاز گرفتگی از طریق جوندگان آلوده به باکتری یا خوردن جاندار مبتلا به طاعون است. انتقال طاعون از انسان به انسان از طریق تماس و تنفس انجام می گیرد. باید توجه داشت که تا قرن 19 هم درمانی جدی برای طاعون وجود نداشته است و تنها با کشف باسیل یرسینیا پستیس دانشمندان در صدد درمان طاعون برآمدند. امروزه با استفاده از آنتیبیوتیک قبل از پیشرفت شدن بیماری میتوان از مرگ بیمار جلوگیری کرد. سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی آغاز عصر اتم با شکافتن هسته اتم توسط اوتو هان. اوتو هان فیزیکدان آلمانی که در فرانکفورت به دنیا آمد، پس از طی تحصیلاتش دکترای شیمی گرفت و از آن پس به مطالعه و آزمایش در علم فیزیک مشغول شد. سرانجام به راهکار علمی شکافتن اتم اورانیوم پی برد. او توانست یک ایزوتوپ اورانیوم را که هسته های پروتون یکسانی دارند توسط نوترون ها با سرعت فراوان بمباران کند و به این وسیله موفق به شکستن هسته ایزوتوپ گردد. نتیجه حاصل از شکافتن هسته ایجاد گرمای زیاد بود. این عمل باعث آزاد شدن انرژی عظیمی می شود که می تواند مورد استفاده راکتورها و بمب های هسته‌ای قرار گیرد. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی سازمان ملل. این کنوانسیون مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد به تدریج شناسایی و تعیین شدند. از بین اعضای سازمان ملل تنها 5 کشور هستند که هنوز این کنوانسیون را نپذیرفته و به آن ملحق نشدند. این کشورهای زنستیز عبارتند از ایران، سومالی، سودان، سودان جنوبی و تونگا. تساوی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه انسانها بدون هیچ وجه تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان و مذهب، حمایت برابر زنان و مردان در مقابل قانون، اهمیت دادن به نقش زنان در سیاست‌های اجتماعی، شناسایی اهمیت کلیدی نقش زنان در تولید کشاورزی و اقتصاد روستایی و مواردی از این قبیل جزو مصوبات تدریجی این کنوانسیون می باشد.